وقتی که از ابتدای سال 91 ما همینطور به تدریج پیگیری میکردیم، خودمون هم یک به اصطلاح ستاد تدابیر ویژه در وزارت بهداشت گذاشتیم، اول هفته یک بار بود، بعد کردیم هفته دو بار، بعد هفته سه بار که بعضی از روزها من از ساعت 6 صبح تا ساعت به اصطلاح 10 و 12 ظهر اونجا میشستم و این ستاد تدابیر رو اداره میکردیم، دیدیم که ما شهریور سال 91 که شد ظرف 6 ماه 41 میلیون دلار در مقابل 2.5 میلیارد دلار مورد نیاز فقط برای دارو به وزارت بهداشت داده بودن. یه مقداری پول ها هم داده بودن برای لوازم آرایشی و غیره، که دیگه در اون زمان واقعا خون من به جوش آمد و بعد هم به این نتیجه رسیدم جز اینی که ما این رو علنی بکنیم و از هیچ راه دیگری نمیتونیم تأمین ارز دارو رو بکنیم، چون هرچی که میگفتیم در جلسات غیر علنی به تذکر میدادن آقای مثلا رئیس بانک فلان ارز به اینها بدید در همین حدود، گفتیم این ارز رو نمیدن، ارز داره میره برای لوازم آرایش، ارز داره میره برای پرشه، اولویت بندی هایی که در وزارتخانه اصطلاح صنعت و معدن و تجارت میشد، وقتی که همینطور نگاه میکردیم میدید این دستگاه تجهیزات پزشکی ما اولویتش مثلا اولویت هشتمه، بعد خوراک سگ و نمیدونم دسته بیل و زین اسب و غیره اینا اولویت های چهارم و پنجم و غیره است، که اینها رو من مرتبا مواردش رو به آقایون گزارش میدادم، پیگیری میکردم. بعد دیدیم که خیلی جالب بود، خب بالاخره در اون زمان آقایون به این نتیجه رسیده بودن که بنده رو عزل بکنن، بعد میدادن توی روزنامه های دولتی خودشون مینوشتن که مثلا وزارت بهداشت عرض دارو رو داده برای لوازم آرایش، و اینجاها بود که من میدیدم که دیگه واقعا چقدر انسان باید بگه که یک فردی نادرست کار بکنه، حالا که کلمه خیلی بدی نخواهیم راجبشون به کار ببریم، که اون ارزی رو که به ما نمیدن، ارزی که باید برای داروی مردم، برای بیمار قلبی، برای بیمار سرطانی، برای بیمار ام اس سی، برای بیمار تالاسمی، برای بیماری که اصلا اگه این دارو بهش نرسه میمیره، نه اینکه بدتر بشه، میمیره، این ارز رو به ما نمیدن. بعد به ما تهمت و افترایی هم میزنن که اینها ارز رو بردن، اصلا اگه ارز دست منه که بدم لوازم آرایش. حتی من رفتم از بانک مرکزی محرمانه از دوستانی که اونجا داشتیم لیست ها رو گرفتم بردم هایلایت کردم به آقایون نشون دادم که ببینید این موارد به نام شرکت دارویی دادن، ولی دادن به لوازم آرایشی، اونم تازه 41 میلیون دلار ارز دادن. دیگه ما مجبور شدیم، دیدیم تنها چیزی که ممکن است آقایون ازش وحشت داشته باشن افکار عمومی است، و این به خاطر سلامت مردم بود. این بود که یه مقداری در مقابل اون تهمت ها و افتراها علنی کردیم که بتوانیم ارز رو بگیریم. جوابم داد. چطور مطلع شدین از عزلتون خانم دکتر؟ از چی؟ چطور از عزلتون مطلع شدید؟ از عزلم خب من هر روز تقریبا حدس می‌زدم که این روز منتظر بود. بله، چون از سه ماه قبل از اینکه بالاخره عزل بشم منتظر بودم. من تا دیگه هفته آخر خیلی اوضاع تند بود دیگه. به مسئول دفترم سفارش کرده بودم که سایت دولت رو چک بکنه، پیام رو چک بکنه ببینه که، چون اینها به ما که تماس نمی‌گرفتن تماس خبر بدن. گفتم شما اونجا سیستم پیام رو چک بکن تا دیدی که چیزی آمد به من فقط خبر بده، چون این وقت وسط جلسه ای بود، چیزی بود قبل از اینکه اون جلسه افراد با خبر بشن خودم زودتر خبر رو شما نمیدادن؟ مثلا مرسوم نبود؟ نه کلن مرسوم. بسیاری از آقایون، آقای تقی‌پور رو هم خودش مثل که توی این جلسه نشسته بود، یکی از وزرا کنار دستش نشسته بود با موبایل پیامک رو بهش نشون داده بود که شما برکنار شدید. من هم خب میدونستم این رو، گفتم خودمون چک بکنیم که قبل از این که بالاخره جلوی دیگران، بالاخره آدم یه آبرویی داره، حیثیتی داره. این بود که وقتی به من خبر دادن 2 بعد از ظهر 2:10 بود، سیستم پیامم یه مدت قطع شده بود. بعد اون خانم منشی که بیرون بود اومد به من یادداشتی داد که الان چیز شده دیگه، ما هم بلند شدیم 2:10 تا جمع کردیم وسایلمون، 2:35 از وزارتخونه رفتیم بیرون.